مقصد رو نمیشه تغییر داد، اما مسیر رسیدن به مقصد رو میشه یک شبه تغییرش داد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من مهدی شریعتی هستم و از ونکوور زیبا باهاتون صحبت میکنم. امروز مجدداً از تورنتو برگشتم به شهری که الان درش اقامت دارم. اون دست از عزیزانی که برای اولین بار این ویدیوی منو میبینن شاید دوست داشته باشن اطلاعات بیشتری در مورد من داشته باشن و با من آشنا بشن. خودم رو معرفی میکنم خدمتشون. همونطور که عرض کردم اسمم مهدی شریعتیه و الان در ونکوور زندگی میکنم. من حدود 5 سال پیش به اتفاق خانواده از ایران به کانادا مهاجرت کردم و ابتدا 4.5 سال در تورنتو زندگی میکردم و مجدداً یک مهاجرت دیگه ای داشتم به شهر ونکوور. در حال حاضر در ونکوور یک نمایشگاه اتومبیل دارم و در کنارش به عنوان پلن بی یک بیزینس آنلاینی رو دارم که در شبکه‌های اجتماعی مختلف بازاریابی میکنم. من هیچ تخصص و تجربه قبلی تو زمینه بازاریابی یا اینترنت یا سوشیال میدیا نداشتم، ولی با سیستمی آشنا شدم که همه اینا رو همزمان به من آموزش میده و همزمان من احتمال این که بتونم بازاریابی هم بکنم برای شرکت‌های موفق و بزرگ دنیا رو دارم. و خب یه چیز بوده، 1.5 سال پیش این پلن بی رو شروع کردم و توی 1.5 سال کلی مطلب یاد گرفتم، کلی آموزش دیدم و خدا رو شکر توی مسیری که شروع کردم به موفقیت‌های خوبی رسیدم. و اما در رابطه با موضوع لایو امروزمون خدمتتون عرض کنم که حتما همه شما و همه ما در تجربیات زندگیمون بارها و بارها به این نتیجه رسیدیم که مسیری که انتخاب کردیم مسیر اشتباهی بوده. هدفی که ما در زندگی داریم باید راه‌های مختلفی رو برای رسیدن به اون هدف بررسی کنیم، چک کنیم و از اون مسیرها گام برداریم. بعضی از این مسیرها واقعا ترسناک و دلهره‌آورن، ولی برای رسیدن به هدف چاره‌ای جز حرکت کردن نیست. شما هر نوع آرزو و پلنی در زندگیتون دارید، فقط با حرکت کردن و فقط با تلاش کردنه که ممکنه بهش برسید. و احتمال اینکه از روش‌های دیگه‌ای بتونید به اهدافتون برسید تقریبا میشه گفت معادل صفر. بنابراین باید تلاش کرد. در کارهایی که ما به عنوان کارمند برای جایی کار میکنیم، که حالا من سالیان سال در ایران دبیر آموزش پرورش بودم، خب یک ساعت محدود کاری و یک حقوق ثابت ماهانه بود که خب نمیتونستم خرج زندگیمو در بیارم و همون موقع هم من یه پلن دومی رو برای زندگیم در نظر گرفتم. خیلی از همکارای من ساعتهای اضافه ای رو میرفتن در آموزش پرورش کار میکردن و در حقیقت حقوقشون رو به 2 برابر یا حتی اکثر 3 برابر افزایش میدادن. یه سری از افراد موفق‌تر و باهوشتر رفتن دبیر کنکور شدن و شروع کردن کارهای کنکوری انجام دادن و خب درآمدهای بسیار بالاتری رو به دست آوردن، ولی خب زحمت خیلی زیادی کشیدن. منم مسیرم رو انتخاب کردم و چون خیلی علاقه به جهان بینی داشتم و جهانگردی داشتم، رفتم تو حوزه گردشگری وارد شدم و سالیان سال به عنوان مدیر تور و راهنمای تور، تورهای بسیار زیادی رو از ایران به اقصی نقاط دنیا برنامه‌ریزی کردم و همراه اون تورها سفر کردم و درآمد خوبی هم داشتم. در حقیقت پلن بی زندگی من در ایران زندگی منو میچرخوند و پلن اولم که همون دبیری بود. شاید باورتون نشه که هزینه جاری فیش‌ها و قبض‌های ما رو هم نمیتونست پرداخت بکنه. بنابراین اهمیت داشتن یک پلن بی خوب بر اساس اون که اون چیزهایی رو که شما دوست دارید و آرزو دارید بسیار بسیار مهمه. من همیشه از بچگی جهانگردی و دنیاگردی رو دوست داشتم و بنابراین پلن بیم رو تو اون زمینه طراحی کردم و برنامه‌ریزی کردم و وقت گذاشتم و بسیار بسیار سماجت به خرج دادم. 2 سال و نیم از جیب خوردم تا تونستم وارد اون سیستم بشم. من راه نمیدادم، ولی بالاخره تلاش کردم و موفق شدم و بالاخره اولین تورم رو بردم. تور اولم موفق بود و بعد از اون کم کم توسعه پیدا کرد. در هر کار دیگه‌ای، در هر پلن بی دیگه‌ای باید شما همین کارو بکنید. در هر پلن بی شما باید مسیرهای مختلف رو برای رسیدن به
اهدافی که برای زندگیتون دارید، برای موفقیت هایی که برای زندگیتون طراحی کردید، برای موفقیت خانوادتون، برای تسهیلات بیشتر برای فرزندانتون، باید تمام روش ها رو که موجود هست و پیشنهاد میشه بررسی کنید و حتی امتحانش بکنید. هیچ اشکالی نداره. تنها وقتی که دارید میذارید هزینه یه که از دست میدید. بنابراین من بهتون پیشنهاد میکنم که اگر میبینید که سالیان ساله که دارید در جا میزنید و فقط حقوق ماهانه است که همیشه شما دریافت میکنید و فقط هزینه های زندگی رو باهاش کاور میکنید و چیز اضافه تری نمیمونه، حتما پلن بی برای زندگیتون داشته باشید و حتما مسیرهای جدید رو بررسی بکنید. یکی از این مسیرهای جدید راه اندازی بیزینس در فضای مجازی در اینترنت. آنلاین بیزینس در دنیا در سالهای اخیر بسیار توسعه پیدا کرده و با اومدن کووید که یک بیماری منحوسی بود که دنیا رو تعطیل کرد، به شدت بیزینس آنلاین رو توسعه داد. شاید اگر بخوایم بگیم که مزایای این ویروس کرونا برای بشر چی بوده، همین توسعه بیزینس‌های آنلاین یکی از مهمترینش بوده. البته معایب زیادی داشت که آدم‌های بسیار نازنین زیادی رو ما از دست دادیم، ولی نمیشه کتمان کرد که تکنولوژی راه خودش رو پیدا کرد و از این ویروس استفاده کرد و خیلی از کسانی که در بیزینس‌های آنلاین فعالیت داشتن به موفقیت‌های بسیار بزرگی و درآمدهای بسیار زیادی رسیدن. و خب این نشون میده که قدرت فضای مجازی چقدر زیاده. اگر شما سرمایه زیادی مثل من ندارید و میخواید فقط از وقتتون، از وقتهای آزادتون استفاده بکنید و به عنوان یک شغل دوم، یک درآمد دوم، یک منبع درآمد دوم یک کاری رو پیش بینی بکنید و طراحی بکنید، من بهتون بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی رو پیشنهاد میکنم و این رو بهتون اطمینان میدم که همه آدما قابلیت هایی دارن که خودشون براشون ناشناخته بوده. با شرکت در این دوره های آموزشی که من درش شرکت کردم، شما کم کم به قابلیت های خودتون پی خواهید برد و کم کم اونها رو در مسیر درست به کار خواهید گرفت و قطعا همه آدما موفق میشن. من در طول یک سال و نیم گذشته شاهد موفقیت بسیاری از آدمای اطرافم بودم که تو این زمینه با من شروع کردن یا زودتر از من شروع کرده بودن یا حتی بعد از من شروع کردن و چه قابلیت‌های خوبی داشتن. و جای تعجب داره که بسیاری از خانم‌هایی رو که من تو این سیستم باشون آشنا شدم خیلی موفق شدن، انگار انگیزه بیشتری برای موفقیت داشتن. من بهتون پیشنهاد میکنم برای کسب اطلاعات بیشتر حتما در وبسایتی که در زیر همین ویدیو قرار داده میشه، یعنی www.mahdishariati.com ثبت نام کنید و اسم آدرس ایمیلتون رو بذارید، یک وبینار رایگان رو ببینید. این وبینار رو توصیه میکنم چندین بار ببینید. سوالاتی که براتون مطرح میشه رو یادداشت بکنید و با من در تماس باشید. قطعا با همدیگه بهش خواهیم پرداخت. اگر احیانا دیدید که علاقمند هستید که اطلاعات خیلی بیشتری داشته باشید و تقریبا توی تصمیم گیری برای شروع این کار هستید، نیازی به عجله نیست. دوباره فرصت دارید یک ماه دیگه اطلاعات 0 تا 100 تمام این بیزینس، کمپانی که این آموزش رو داره به شما میده، نحوه آموزش ها و انتظاراتی که از شما میره و همچنین کمپانی های جهانی که ما داریم باشون کار میکنیم، محصولاتی که تولید میکنن چه محصولاتی هستن، نحوه پرداخت و کمیسیون ها چجوری هست و کمیسیون ها چی هست و چه مقدار هست، با تمام این موارد در طول یک ماه آشنا میشید و بعد از اینکه به این نتیجه رسیدید که میتونید این کار رو انجام بدید، شما هم مثل من پلن بی زندگیتون رو شروع بکنید. در خاتمه عرایزم خدمتتون عرض بکنم متاسفانه این بیزینس از داخل ایران و افغانستان به دلیل تحریم های بانکی قابل انجام نیست و کسانی که میخوان این کار رو انجام بدن باید حتما خارج از ایران اقامت یک کشور دیگر رو داشته باشن و مراودات بانکی بتونن داشته باشن، یعنی حساب بانکی داشته باشن. بنابراین اگر چنین شرایطی رو ندارید، متاسفانه کمکی از دست ما بر نمیاد و امیدوارم که این معضل و این مشکل برای همه هموطنانمون و همچنین افغانی‌های عزیز حل بشه. اما
با ارسال این ویدیو برای دوستانتون و اقوامتون در خارج از ایران قطعا یک پلن بی هوشمندانه، یک بیزینس هوشمندانه رو بهشون پیشنهاد میکنید که قطعا و مطمئنن گرهی از مشکلات زندگی خیلی از دوستان شما باز خواهد کرد. ممنون از اینکه وقتتون رو با من گذروندید. با امید دیدار مجددتون. خدا نگهدار.